کجا چون این شتابان به کجا چون این شتابان به کجا چون این شتابان چیزی شده؟ کسی چیزی گفته؟ این چه دورشو خلوت کنیم نفس بکشه. بیا بریم تو یه خود چیز شه. چی رو مادر دورشو خلوت کن نفس بکشه؟ مگه من میگم نفس بکشه؟ خب این همه هوا، مگه این چقدر هوا لازم داره؟ مامان هی داری میگی حرف بزن حرف بزن، نمیتونه خب بیچاره چه جوری حرف بزنه با این حالش؟ میدونی اصلا چی شد؟ من نشستم تو خونه دیدم بابا با یه حال زار نزار اومد خونه. آشوب گفتم بابا کجا بودی؟ گفت من خونه فرخینا بودم. اینو گفت و قلبو گرفت و تالاپ افتاد زمین. خونه فرخ بوده؟ اینجوری گفت منظور جا فرخ از مدرسه اومده؟ فرخ از کجا از مدرسه اومده؟ فرخ که مدرسه نمیره قربونت برم. فرخ بگو فرخ خونه فرخ مادر نمیفهمم چی میگی. منظور جان ببین یه فرخ بگو ببینم فرخ بوده یا فرخ بوده. بگو فرخ تو بابا تو ورده ببر تو. خیلی خب الان من میدونم الان با این فرخ چیکار دارم. برش رو ببر تو الان. خب بگی برش رو ببر تو دیگه الان. بابا بابا جون من پاشو بابا من از شما معذرت می‌خوام. من اومدم به این آقایون بگم که اینجا حموم نیست که صدا رو راحت آسوده ول کردن. اومدم تکلیفم با اینا روشن کنم. من می‌خوام از شما خواهش می‌کنم. از دیشب من دارم از پدر تقاضا می‌کنم که با شما مؤدبانه صحبت می‌کنن. یه قدری بی‌فضیه. بابا فرخ بفرمایید. فرزاد جون، پسر گلم، من بارها در زندگی به شما درس دادم که در کاری که به شما مربوط نمی‌شه ابداً و اصلاً دخالت نکنید. و اما شما صرف خانم جمالی، باید خدمتتون عرض کنم که بنده از اون مستجران نیستم که به موجرم یعنی به صابخونم باج بدم. یعنی در واقع نه من از اون آشم نه اینا از اون آشم. متوجه شدی؟ عرضم به حضورتون فرخ خان، منم باید اتفاقا خدمتتون عرض بکنم منم از اون صابخونه هایی نیستم که بخوام به مستجرم باج بدم. اگر دوستاتون رو جمع کردید و از اینجا بردید که هیچ، اگر جمع نکردین و ادامه به این کارا دادین، همین الان زنگ میزنم پلیس بیاد و تک تکتون کت بسته و دربسته از این در بندازه بیرون. همونجور که خدمتتون عرض کردم الان میدونی که جمع‌آوری طرح اراذل و اوباشی. بله. اراذل و اوباشو چیکار میکنن؟ میبرن؟ میگردونن؟ میچرخونن؟ میچرخونن؟ دور تا دور خیابون میچرخونن؟ میچرخونن که بقیه چیکار کنن؟ درس عبرت. آفرین. دیگران بشه. آفرین آقا فرخ. خوشم میاد از این که میفهمی من چی میگم. من کاملا میفهمم چی میگم. حالا تا سه شماره میشمارم. میشموری؟ بابا پاشو مرگه من بابا پاشو مرگه چرا میاترامی میکنی؟ جواب رد داده که داده. من که از اون روز اول از این پسر مانی اصلا خوشم نیامد. تا دیروز که مانی میکردید، حالا چی شده مانی بی خود شده؟ بابا یه خورده هم به فکر من باشی. اگه مانی بفهمه ما زدیم زیر همه چی بد میشه، میره به باباش میگه، اون وقت من بدبخت میشم. من نمیدونم چرا هر وقت ما اومدیم رئیس شدیم یه بامبولی برای من درست میشه. ببینم منصور خان، رئیس شدن برای تو خیلی مهمتر از سرنوشت دخترت؟ آره خب معلومه جفتش مهمه برای من. جفتش برات مهمه؟ نه تو خجالت نمیکشی منصور؟ من دختر دست گلم رو پرپر کنم که جنابالی میخواین حکم ریاست بگیرین و پشت میز بشینین با تو قبقبتون بندازین؟ شکو خانوم یه کمی آروم باش، اینقدر هرس نخور. بابا یه کمی آروم باشه من برای توضیح بدم دیگه. یعنی واقعا جفتش براتون مهمه بابا؟ تا این وسط برای من جفت‌سازی نکنه.
خب داره ازت سوال میکنه، جواب منو که نمیدی، لاغت جواب دخترت رو بده. داره ازت میپرسه جفتش برات مهمه؟ خب معلومه اون یکی مهمتره برای من. کدوم یکی براتون مهمتره؟ بابا من واقعا میخوام بدونم کدومش براتون مهمتره. پرسو این حرف چیه داری میزنی؟ خب معلومه تو مهمتر از همه چی هستی. خب پس بریم به پسره بگین دیگه. چی برم بگم؟ این که پرسو نمیخواد باشه ازدواج کنه و اینا. باش باشه میرم میگم، فقط خواهشم پرسو جواب منو بده. من صادقانه ازت میپرسم، صادقانه جواب بده. دیگه هیچ راهی نداره پرسو؟ فکراتو بکنه. نه یعنی واقعا صادقانه حرف تو زدی؟ من و اون دیگه به ته خط رسیدیم بابا. ته خط. شنیدی منصور خانم؟ بله. لطف بفرمایید صادقانه تکلیف دخترتون رو روشن کنید. باش. حالا که ته خطه باشه. میرم. آخه من برم شکول چجوری بگم آخه؟ بابا جان خیلی خیلی صادقانه. همینجور که من به شما گفتم. بابا و مرک. میخواستم بگم که یعنی که حامد، نه اینکه الان خیلی با اون دوست جون شده، اگه شما سختتونه حامد میتونه بره بگه که اینجوری. خیلی ممنون، تشکر، لطف فرمودین. بس من یه کمی دراز میکشم، حالم خیلی بده. شکر میره میگریگه. برو بگو دست درد نکنه، یه دو سیسی بخوره به ام دوباره خیلی خوبه. به کجا باید بخوره اون؟ باز مریض شدی؟ باز مریض شدی منصور؟ حالم خوبه. پاش این سرومو ببر بنده سطل آشغال که دیگه حالم داره از این سروم به هم میخوره. رنا تختم دیگه من اینجا نبینم. هی میخوابه. مریضم. اگه این یک کوه باشه در کنار این کوه چی جا داره؟ یک دشت زیبا. اگر در کنار این کوه یک استخر فاضلاب باشه چه احساسی داری تو؟ متوجه شدی من چی میگم؟ آره. خب بگو منظورم چیه؟ منظورت اینه که اگه آدم عاشق باشه، عشق وجود داشته باشه، آدم میتونه از این کوها عبور بکنه، از سختی های زندگی بگذره، به دشت و زیبایی برسه. نه نمیفهمی اصلا چی میگم. اصلا این بحثا به درد نمیخوره. یه مقدار ذهنو بلش کن. این قضیه کاست من چی شد راستی؟ ببین یه دونه مثلا تو وزق و تجسم بکن وسط یه دشت پر از گل و درخت و هوای تمیز و زیبایی. بعد این وزقه هی بیاد، هی وق بزنه، هی اعصاب آدم خورد بکنه. آدم میخواد یه آرامشی داشته باشه، این وزقه هی بره توی اعصاب آدم. چی میشه این قشنگه به نظر تو؟ یا مثلا اگه یه صدای پرندهی بلبلی چیزی باشه قشنگتره؟ خب صدای بلبل بسی بهتره، خیلی بهتر. گرفتی منظورم چیه؟ آره خب اونجوری نه، منظورت چیه نمیفهمم. نگرفتی راجب کاست بود منظورم. نه بگو ببینم یعنی چی. من با بابا صحبت کردم، بابا گفتش که این بیرو دروسی بهت بگم چون که رفیقت هم، من آدم روکیه. گفت این رفیقت نه به خوندن وارده، همش فالش میخونه، اصلا بلد نیست، موسیقیاش خالتوره، شعراش خالتوره. میگفت اصلا کلن این خوانندگی رو بذاره کنار بهتره. من کی گفت دیگه نمیخواد برگشت بگی کچر؟ ببین عزیز من نه اجازه بده من کچر نیستم. هستی اصلا بگذاریم با این حال. به یه چیز بدگم، من به اندازه کافی روی صدای خودم شناخت دارم و آدم مخاطب زیادی دارم که صدای منو دوست داشته باشن. متوجه چی میگم؟ و خیلی خوب، حالا منم بذار با تو راحت باشم. ببین بابا جون، این خانواده پرستو دخترشون رو به تو نمیدن، میدونی؟ از تو خوششون نمیاد، میگن این گچن خوششون نمیاد. سلام آقا مانی. سلام. خوب شد دیدمت. میگم که من خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم اینقدر با گذشت و مردونگی به این قضیه نگاه کردی. واقعا دست درد نکنه دیگه آقای جمالی. در زندگی آدم ها باید کوه ها رو برن بالا تا به دشت برسن. بله دقیقا. آقای جمالی این حلقه من با پارچه ها رو لطف میکنیم بهم بدین؟ خوب شد یادم انداختی، الان میگم برات بیارم. این حلقه انگشتر مانی رو بردار بیاری. میخواستم برات ببینم این قضیه رو به بابا چجوری گفتی. هنوز نگفتم.
نگفتی؟ دست درد نکنه، خوب شد نگفتی. یعنی نگو، اصلا نگو. یعنی حالا بگو، ولی خب یه جوری بگو که زیاد پنبم نخوره، باشه؟ آقای جمالی، من هر جوری بگم پنبه شما خورده. الانم دارم میرم پیش بابا، میخوام یه کاری بکنم که اسم مانی به گوشتون رسید، چهار ستون بدنتون بلرزه. خیلی نامردی، به جهنم. انگشته رو پیرنه این پسره درده ندست جلوش بره بابا. منم الان دارم میرم یه اداره استعفای خودمو بنویسم، دیگه منتظر باباتم نمیشم، نه تو رو میخوام نه باباتو، فهمیدی؟ کچل. من کچل نیستم آقای جمالی. میشی، ارسیه، اینو بابات میشی، کچل میشی. بیا انگشتر اینو بدید بره بابا. سلام، خیلی معذرت خواستم، بفهمید قسمت دیگه. آقا منی بگیریم دیگه، خواهش میکنم. باش خدمت. نه آقا واسه چی بگیری؟ نخو بینه با... الو، سلام بابا. سلام آقای رئیس. جدی؟ چی جدی؟ جدی، من هنوز رئیسم؟ بله قربان، شما همیشه رئیس ما هستین. خیلی خوب، دیگه نمیخواد خودتو لوس کنی. این پیک موتوری اومد، خبرم کن. منتظر نامه ای؟ نامه چیه؟ حکم اخراجی مو میارم. ببینم از این منشی هیئت مدیره دوستت خبری چیزی نداری؟ نه هیچی، هیچ خبری ندارم. نه خیلی خوب، به کارت برس. باشه. تو اتاقتون نمیری؟ بله. تو اتاقتون نمیری؟ نه دیگه، یه فایده نداره، یه روز به درده چی میخوره. آخه این چه وضعیه؟ با شما هم این چه وضعیه؟ اینجا مگه زورخونه است؟ سلام منصور جان. باشه برو سر جات بشین بینم. سلام علیکم. برو سر جات بشین بینم. آخه شما اینجا چرا؟ رئیسی گفتن اتاق ریاستی. یه برو بینم برای من نوت مکن. برو برو سر جات بشین بینم. میز ریاست. برو برو بینم. برو سر جات بشین. برو سر جات تو. بدو. همین چی رو به هم زدن. برو بشین سر جات. بزرگ اینجا. نه برو دیگه، نه تا خیلی کوچیکی. خدمت رئیس محترم هیئت مدیره و اعضای محترم، این جانب منصور جمالی به علت مشکلات پیش آمده در خانواده از سمت فعلی خود استعفا داده و توازمند هستم که برگردم به قسمت فعلی شرکت، یعنی رئیس بخش مرغای گوشتی و مرغای تخم. با احترام و سپاس، منصور جمالی. آقا جمالی شما حالت خوبه؟ مولادی جونم اینو یه زنگ بزنیم پیک موتوری بیاد بفرست، یا بده به همین خانم بادرانی که بده به منشی هیئت مدیره برش اسمس بزنه. من رفتم. قربونتم. حالا کجا داریم میری منصور جون؟ خداحافظ. ببخشید من نتونستم نامت امضا کنم، میدونم چی میخوای بگی. بش خدا. منصور جون کجا حالا؟ میدونی بچه ها، من دیگه از هرچی ریاست و نمیدونم اتصال و متصل و منفصل و کسی حقوق و پاداش و از این چیزا دیگه بدم اومد.
آمه جون میخوام دیگه از این به بعد این خودت تو خونه چیکار کنم بشینم بخورم. البته اون حالتی که از من شما دیدی، حالا دراز کشیده بودم، داشتم مطالعه میکردم و به اشعارم فکر میکردم و به افقهای دوردست. این نیست که فکر کنی من فقط بیکارم لم میدم، نه لیلا جون. چطور تو این آش گوشت ریختی؟ تا حالا ندیده بودم ماما. نه آخه دایی خیلی گوشت دوست داره، مگه نمیبینی؟ آره گوشت که دوست داره بابا. لطف کن دو تا از اون گوشتات هم منصور جون به من بده. کمه گوش کم. کمه که نه، خب منم آدمم. حامد حامد کم گوش ریخته مرد گنده بده. خب من که چی، من یه دونه گوش میخوام، همه رو برداشته. میگم لیلا جون عجب آشی شد، خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنیم. مرسی. میدونی من تقریبا آشپزیم کامله، یعنی همه رو بلدم. نوش جون دایی این دوستمون هم که دوباره با دست گل اومد. سلام علیکم. حال شما چطوری؟ تشکر. سلام علیکم. تقدیم حضورتون به فرد میخواهیم. معلومه شما خیلی بادگلال میکنی نه؟ تا حدودی. جناب جمالی، دایی جان سلام رسوندن حضورتون. برو به دایی جان بگو بره که هر باید بیاد بابا. بله؟ یه چی بقیه حرف تو بزن. عرض میکردم به دایی جان سلام رسوندن، گفتند که من حال شما خوبه لیلا خانم؟ گفتن که من از لیلا خانم برای مانی جان خواستگاری کنم. آقا فرزاد، اولا که شما دیگه وقتی برای اینجا نشستن ندارید، باید هر چی زودتر خونه رو تخلیه کنید. بله. دوم از این، به جای این دستگل خریدن ها و این ور اون ور رفتن ها و خواستگاری کردن ها، بهتره که بگردین خونه مورد نظرتون رو پیدا کنید. بله. سوم، اصلا ابدا لیلا خیال ازدواج نداره، پدرش هم اصلا مخالف این برنامه است. زنده شما کجا میدونین؟ شاید حالا بابا موافق باشه. لیلا جان شما حالا نگران نباش، من با بابا صحبت میکنم. احوال دایی چطورن؟ خوب هستن دایی؟ بفرما آش، بفرما آش بخوری. آبا فرزا من مزاید نمیشم، میرم دوباره خونه بگرم. خداحافظ شما. سلام ما رو به دایی برسونی. محبت داری. خانم بادرانی بله امر داشتین آقا جمالی. این استفانامم کو؟ فرستادم رفت دیگه. کجا رفت؟ بابا هنوز امیدی بود. امید به چی آقای جمالی؟ خیلی خوب میشه تو باز نکن، برو به کارت برس. برو. سلام. سلام، بفرمایین کارتون. بنده هوشنگ خان هستم. سلام، خوب هستی؟ شما پدر لیلا خانم هستی؟ بله. تبریک میگم بهتون، خوش اومدید. بفرمایید. سلام منصور جون. سلام. بفرمایید خانم. بفرمایید بس دیگه. این خبرگزاری رویتر از همه چی خبر داره. چطوری منصور جون؟ ببینم کی بهت خبر دادن؟ از قدیم گفتن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. منم تا شنیدم خودم سریع رسوندم دیگه. بس موافقت کردی؟ آره چه جورم جون منصور. بعد تکلیف من چی میشه؟ من چی شدم؟ منفصل شدم، انفصال شدم، اتصال شدم، متصل شدم، اخراج شدم؟ تو رو نمیدونم. ولی من با دایی صحبت کردم. خیلی خوب. یکم یه مدیریت رو بهت یاد بدم دیگه. چاره ای نیست. از همین تلفن شروع میکنیم. ببین موقعی که از بیرون برای زنگ میزنن این دکمه رو میزنی. خب موقعی که داخلی خواستی صحبت کنی مثلا مثل خانم بادرانی، خب این دکمه رو میزنی. پس این مال چیه؟ نه این بسیم نه خانم بادرانی نه اینه، این سبزه رو عزیزم اینه روی اشتباه میزنی. آقا جمالی بس شد؟ بله خواستم به تو بگم با استعفاتون موافقت نشده. موافقت نشده؟ ببینم تو مگه با دایی صحبت نکردی؟ منصور چرا تو فهم میکنی منم مثل تو هم؟ راستش من حوصله مرغ گوشتی و تخم مرغ بزرگ کوچیکو ندارم. میخوام بزنم تو بیزنس، میخوام بزنم تو یه کار دیگه، زیر خاکی، اونور آبی، دنبال یه پول کلون میگردم منصور. خیلی خوبه. خب بگو، بازم بگو از برنامه ها دودو میخوای چی کار بکنی؟ خانم بادرانی؟
خانم بدرنی؟ بله آقای جمالی، من اینجا هستم. یه دوتا چایی برای ما بیار. باشه چشم. کسی هم مزاحممون نشه. خب بلند شو برو، از جلوی چشم دور شو، اصلا نمیخوام ببینمت. پدری من مگه چیزی ازت نخواستم؟ تو حالا چیزی خواستم؟ این یکی رو میخوام. خیلی خوب، یا چی رو میخوای؟ دور منو خط بکش، بلند شو برونم. خب برای چی؟ چرا یه حرفو میزنی؟ ای بابا میگه چرا یه حرفو میزنی؟ بابا این همه من بدبخت رفتم و اومدم که لیلا رو برای تو خواستگاری بکنم، و توی دیوونه رفتی لیلا رو برای اون مانی پسردائی خل و دیوونت خواستگاری کردی، بعد حالا اومدی میگی بابا برو دختر منصور برای من بگید. این قلم پام بشکنه اگه برم. آره. بابا بابا جون، من خیلی وقت عاشق شدم، چجوری بگم؟ آخ الهی من بمیرم. خیلی خوب، یا من یا اون دختره، کدومش؟ تو معلومه جفتش نمیشه دیگه. ببین نمیشه. ببین عشق مثل یه جاده خاکی میمونه قربونت برم، وقتی میفتی تو جاده خاکی همینطور داری میری گرد خود میکنی، آخره چی میشه؟ پنچر میکنی. فهمیدی چی میگم؟ من هیچ وقت نفهمیدم شما چی میگم. آره بینیم بابا، هیچ وقت نفهمیدم. بابا با چه زبانی من بگم؟ من از این دختر خوشم نمیاد، باباش خوشم نمیاد، بادرش خوشم نمیاد، این همه دختر، چرا دختر منصور؟ جاده خاکیه دیگه آقا جون، چیکار کنم؟ جاده خاکیه. خب ببخشید، شما از کجا پول میارید اینقدر هر روز گل میخرید اینا؟ هزار تا از این گلاب فدای یه تاره موی آیه جمالی. آیه جمالی رو که عرض میکنم، یعنی فدای سر همه تون. حرفتون رو بزنید، اینقدر حاشیه نریم، بفرمایید چی میخواییم بگین، بفرمایید. بعد صحبت بکنه یه چیزی بهش میگم. من حقیقتش با بابا امشب خدمتون رسیدم که در واقع برای امر خیری حضورتون. ای وای آقا، فردا شما که ماشاءالله اینقدر دستتون تو امر خیر و اینا، یه کاری هم واسه خودتون بکنین، دیر میشه موهاتون سفید شده و اینا. اتفاقا برای همین من مزاحمتون شده. یعنی چی؟ حامد جان. بله. با عرض معذرت یه چند تا چایی برد و بیار. من چای بیارم؟ پس کی بیاره؟ باش پس من یه مسئله. ببخشید جناب فرزاد خان، اون وقت شما برای چه کسی میخواید امر خیر انجام بدید؟ برای کی؟ خب برای خودم حامد خان. بله اونو که متوجه شدیم. نه یعنی که شما برای کی، یعنی اونی که شما اومدین که براش یعنی کیه که شما میخواید امر خیر رو براش یه جوری؟ آره اون اونی. ای بابا چه جوری هر اینجوری؟ این برای کی؟ اون برای یکی؟ برای کیه چه؟ مگه شما دختر دنبخت چند تا توی خونه داری؟ شکوه، من خیلی جلو خودم رو نگرداشتم، چیزی نمیگم. آقا منصور خواهش میکنم بفرمین. آقا شما از خودتون تعریف کنین. من چه تعریفی دارم از خودم بکنم؟ شکوه خانم، من فرزادم، کارمند ساده مرغداری هستم، تحصیلات و سوابق کاریم رو که بابا بس، چقدر حاشیه میری. خدمتتون عرض کنم که سرکار خانم جمالی، این پسر من آفتاب خورده تو مخش، دیوانه شده، میخواد دخترش رو بگیری. خیلی خیلی بیجا کرده که همچین تصمیمی گرفته. حرف دهنتو بفهم آقای محترم. ببینم مگه دختر دم وقت تو این کمه تو این دور زمونه؟ یکی خوبشو برات بگیرم. برش بریم. پشت بابا من میندازی. من پای بگی کرد. ببین چی بهت داره میگم. نه از تو خوشم میاد، نه از اون کس کار. منصور بسته دیگه، چرا داری شلوغش میکنی؟ بشین بابا. معذرت میخوام شکر، از بس که حواس او پرت میکنن. آقا ببین چی بهت میگم، نه من، نه شکر، نه رنا، نه حامد، نه پرستو، اصلا با قیافت حال نمیکنی. باشه بیا برو بیرون ببین. ای بابا پای مگیر جفت. من بس میکنم، خواهش میکنم، من بس میکنم، خواهش میکنم، بسه شاید هم بدن. خب توضیح بدیم ببینم درگیری رو کی شروع کرد. خدمتتون عرض کنم که جناب سروان، درگیری رو یعنی آقایون اول شروع کردن. این آقایون صبر کن ببینم.
بذار ببینم کی اول شروع کرد ها؟ راستشو بگو. منصور تو چشم من نگاه میکنی دروغ میگی. جافای اول کی گرفت؟ ببخشید منصور جافای اولی که تو گرفتی دیگه، من یادمه. ولی جناب سروان این یارو پیرن زرده اون وسط دعوا دو تا بشکون از من گرفت، افتضاح. واقعا هنوز داره میسوزه، درد میکنه. بده دیگه. میدونی من عزیزه من یارو کدومه؟ ایشون پدر بنده هستن. شما بریم پدر خودتون اخلاق و معاشرت یاد بدین تا بفهمید چه جوری باید دختر خواستگاری کنه. صداتو بیار بالا و ایشین بابا. سرکار احمدی بیا اینا رو بازشکا. از این پرسم از اون پرسم که این چین است اون چون درسته سسیلا سلفا میده یکی را میدهی صد نادان مات یکی را میدهی صد نادان مات یکی را نان جو آلوده در خون امان منصور منصور بیا محبوب من چی شد شکو؟ صحبت کردم گفت اگه یه جوری با هم کنار اومدن که کنار اومدن فگه نه ساعت 8 صبح یه دقیقه نخون خب اگه کنار اومدن با هم آقا نخون آقا ملاقاتی دارم بابا نخون چه وقت خوندن چی گفتی؟ میگم که افسر نگهبان برگشت آقا فرزاد میشه خواهش کنم برین اونورتر من میخوام دو کلام حرف خصوصی با منصور صحبت کنم برای معذرت میخوام شما دارید صحبت میکنید ولی من دو کلام عرض مختصر داشتم عجب روی داره پسرها میبینی شکو منصور خان از شما من معذرت میخوام شکو خانم دو کلام میخوام حرف دلمو بزنم خیلی خوب بفرمایید حالت خوبه من خوبم خوبی آقا حامد موها چقدر سفید شده خوبم تو خوبی بچه ها خوبم دلم برای بچه ها یه ذره شده همش سراغ شما رو میگیرن بچه ها کدوم بچه ها؟ مگه بچه نداری؟ آه نداری خرجی دارید برای خونه؟ سایه بابا بالا سرمون هست دیگه ولی سایه شما که نمیشه که میام بیرون خیلی کارای انجام نداده دارم که باید انجامش بدم میدونی؟ بذار بیام بیرون فقط از اینجا راحت شم اینجا خیلی چیزا یاد گرفتم ولی خب بیرون خیلی کارا دارم مادر پیره چطوره؟ اون پیره زن دائم نگران شماست دیگه اگه شما 20 سالم اینجا بمونی من به فات میشینم آقا حامد میدونم اینو تو رو کاملا شناختم میام بیرون میام امیدوارم که مشکل خرجی نداشته باشی نه اینجا چیزی خوب میخوری؟ بد نیست ولی غذای هواپیمایی یه ذره بهتره آقا جان مسئله خانوادگی خواهشم حرف نزنی دیگه بابا جون کافیه طرف بگه فرخان معذرت میخوام آشتی کنیم همه بریم بیرون یه بستنی هم بخوریم به همین خیال باش 5 زر بده آش عجب فور میبینی؟ تو هم بی خیال بشو اینقدر کشش نده بابا یه کاری کن بیای بیرون دیگه بسه بابا به خاطر حامد حامد حالا زندان نبوده خوشو به خاطر من بابا فرخ به خاطر من ببین کاری نکن بلند شم بلند شو بلند میشه با بلند میشه یعنی چی کار میخوای بکنی ببین من اگه بلند شم بیام اون جلو تکلیفت روشن میکنم ببین فرخ چی بهت دارم میگم تو پات از این زندان بذار بیرون من میدونم چی کار کنم با تو چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ همینجا نشونت میدم همینجا ثابت میکنم چی جوری میخوای نشون بدی؟ من در حضور همه میخوام بگم نوکرتم من میخوام در حضور همه بگم من بیشتر برمیدم من چهار چهار تا رفیقام بیان بگن چاکر دم از اونها من بیشتر از همه چاکر رفیقتم اصلا حرفشو نزنین بابا جان بلند شو بریم افتاد شد بابا بگی بشین بابا حالا هرچی ما میگه میگه پاشم برم پاشم برم این بچه ها غر میکنه منصور خان هرچی شما بگید هرچی بگی رو چشمای من به به دستمو درد نکنه پس بقیهش هم با خودت به من وقت چه بهتر خب آقا دیگه چی مونده؟ شیربها آها آره خب آقا شیربها چند؟ بابا
چقدر طرفی بعدی میزنید الان کی شیر به هم میگیره؟ شما هم یه کارایی میکنید خانوم شوهرت داره این بحث رو باز میکنه تو چرا به من گیر میدی؟ بس دیگه خواهشم ببین آقا فرزاد بهتره بریم سر اصل مطلب در مورد مهریه صحبت کنیم خب من چون دارم درس میخونم و اینکه باید از نوردبون برم ترقی اینا اینه که چون من موافقم هرچی پدر و مادرم بگن چه عجب خب آقا مهریه چند؟ آره چند؟ بابا یعنی چی مهریه چند؟ خیلی طرفای زشت میزنی شما من خب چند؟ اجازه بدی اجازه بدی آقا جون شما باید یه قیمتی یه نرخی رو مشخص کنید بگید دیگه ها ببینید من خودم میتونم یک قیمت پایه رو برای شما یعنی یک قیمت رو پایه بذارم و پیشنهاد کنم و از اون قیمت شروع میکنیم به بالا شروع میکنیم من یه قیمت موافقی آره چه نگام اصلا به من ربطی نداره به من هیچ ارتباطی نداره معذرت میخوام آقا فرزاد ما اصلا از اون خانواده های نیستیم که بخوایم مهریه خیلی بالا بگیریم ولی خب رسم دیگه باید یه مهریه ای باشه یا نباشه درسته آقا رسم ما 2000 تاست ببخشید بفهمید که 2000 تا چی 2000 تا آب نبات چوبی خب معلومه دیگه 2000 تا سکه براش بریم بابا براش بریم خواهش می‌کنم بابا جندش در آوردی آخه آقا فرخ بله این حرکات شما واقعا باعث میشه که به ما بر بخوره شکوه خانم ما از این پولا نداریم اصلا میدونید چیه همچی دامادی به درد خانواده شما نمیخوره بله شما دامادی مثل ایشون به دردتون میخوره چه ربطی داره شما سلام عرض میکنم خانم جان سلام فرزاد حال شما چطور؟ حال شما خوبه؟ تشکر میکنم من رو ببخشید واقعا نمیدونم چه جوری ازتون معذرت بخوام نمیدونم چرا اینجوری شد آقا فرزاد ما الان داریم میریم بیرون کار داریم خریدمونو میکنیم برمیگردیم وقت اگه شما صحبتی دارین باشه در خدمتم اجازه بدید ماما خوش شاید یه صحبت مهمی دارن بفرمایید آقا فرزاد بفرمایید بله بفرمایید حرفتون نه 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 باشه باشه شما بفرمایید به کارتون برسید بعدا صحبت میکنیم نه خواهش میکنم الان بفرمایید نه ما دیرمون نشد ما همینجوری الکی میخواستیم بیرون شما آقا فرزاد یک ساعته دارین تو حیات پرسه میزنین که با ما صحبت بکنین واقعا دارین دیگه شروعشو در میارین خب حرفی داریم بفرمایید بفرمایید ما در خدمتیم بفرمایید دیگه بفرمایید چشم شکو خانم من نمیذارم اختلاف بین پدرامون باعث بشه که خوشبختیمو از دست بدم من یه عاشق تنهام که فکر میکنم با شما میتونم خوشبختی رو لمس بکنم پرستو خانم من یه کارمند ساده مرغداریم خانم شکو خانم ولی پله های ترقی رو برای پرستو خانم هموار میکنم مهریه هر چقدر که باشه همونطور که صلاح بدونید همونطور که دوست دارید همونطور که دستور بدید من حاضرم بدم یعنی بدم که نه متعهد میشم که پرداخت بکنم چشم خب تموم شد صحبتتون اجازه میدین ما بریم به کارمون برسیم بفرمایید من همش گفتم من شکو خانم چند روز پیشا روز مادر بود من همش به شما فکر کردم من خیلی کوچیک بودم که مادرم از دست دادم اما وقتی به چشمای شما نگاه کردم از همون روز اول برای همین براتون گل میگرفتم تو چشمای شما مادرم رو دیدم به همین دلیل وقتی به چشماتون نگاه میکنم میگم مادر دارم تنها نیستم مادر من نمیتونم ادامه بدم بفرمایید مادر جان فکر می‌کنم بالا درخته. بالا درخته.
بابا من از این بدم میاد، چجوری به شما بگم، متنفرم ازش. بابا چهار تا پیرم من بیشتر از شما پاری کردم یا نه؟ من توی پسری یه چیزایی میبینم که شما نمیبینی. چه چیزایی؟ شما چه چیزایی میبینین که ما نمیبینیم؟ خب میبینم که خیلی چیزا بیم. نه دقیقا چه چیزایی؟ خب دقیقا من حالا الان نمیتونم بهت بگم. خب بگین دیگه. خب الان و بعد نداره منصور. خب هر چی دیدی به ما هم بگو، ما هم بدونیم. سر فرصت حالتو میگیرم حالا ببینی کی. بابا ببخشید من یه چیز میتونم بگم. من هر چی دارم میکشم از دست توست، حالا یه چیزی بگم. نه. بابا یه چیزی بگم. خب بگو بفرما. نه. خب چرا اینجوری میزنی تو ذوق بچه؟ خب داره حرف میزنه، اصل کاری اینی یا منم یا تویی؟ چی داری میگی؟ شکو خانم خودت یادته؟ بله برون خودمون یادته؟ گذاشتن تو حرف بزنی؟ مامانت بلد بود اصلا حرف بزنی؟ یه کلام برگشت مامانش گفت اوکی، یعنی اوکی هم که بلد نبود بگه، گفت مبارکه. منم دستشو گرفتم از خونه زدم بیرون. خدا بیامرز مادرم، اوکی گفتنش هم همیشه رو اصول. آخه یادتونه چه زن نازنینی بود؟ شکو حرف مادر تو زدی، من هم یاد مادرم افتادم. خدا بیام باید اونم زن نازنینی بود. نه رنو؟ نه یعنی که خب آخه من که ندیدم بابا، من قبل که دنیا بیام خب خانم جان فوت کردن. مامان تو دیدی؟ نه ولی خب معلوم بوده خیلی نازنین بودن. اوکی که گفته بودن معلوم بوده. خیلی قشنگ باش. اوکی باش رنو، برات دارم. بابا بس دیگه، ما داریم حرف عروسی میزنیم. ما پرستو مادر، به من تمام حرفا رو زدم، حالا خودت میدونی بابا با دیگه، من نمیدونم. سلام. رنا، بالاخره تموم شد. چی تموم شد؟ همین یک ساعت پیش با بابام رفتیم عقد کردیم، ولی الان بابام رفت. عقد کردی؟ با آقا مانی؟ آره دیگه معلومه. کوشش، مانی جان پس چرا نمیای تو؟ خیلی خجالتیه. آره خجالت میکشه دیگه. بیا تو. سلام. من نمیدونم چی باید بگم. لیلا جون واقعا به تبریک میگم. خیلی ممنون. ایشالا نوبت پرستو جون بشه. نوبت من شده عزیزم. آقا فردا سویر بایستادن دارن خواستگاری میکنن، منتها من میخوام درسم رو بخونم. من باید یک عالم پله ترقیه که برم بالا، بعد اینکه من به خاطر علم از ازدواج میگذرم. درس پدران مخالف هستن. ای پرستو خب من بمیرم. من خودم هم دل خوشی از این فرزاد بذارم هم ندارم، ولی چه فکر میکنم بتونم پدرتون رو راضی بکنم. منصور خان میتونم یه چیزی خدمتتون عرض بکنم؟ عزیزم شما که زنتو گرفتی بفهمی بیدا خان، بفهمی من نه مدیریت خواستم نه باباتو نه داماد، هیچی. بفهمی بری به کارتون برسی. باز اومد اینجا؟ من باید خصوصی خدمتتون عرض کنم. من خصوصی با کسی حرف ندارم. میگم من با خوش راست میگی؟ جدی؟ ای بابا چه ساکتی، این افتخار عروس‌نامه رو مرتب بزنید. خواهش میکنم. مبارک باشه. بخونم؟ نه همین بذار اول عقد رو بخونم. قربونت برم. آقای فرزاد، آیا بنده وکیلم؟ بخون فدات شم. قربونت برم بخون. بخونم. نخون بابا نخون، با تو کسی نیستش. شما چی داری میگی؟ دو شما جواب بدن. جمالی جانا که این عقل داشت کرده اینجا نشسته بود. جمعش کنید، من دختر نمیدم. من دختر نمیدم. خاموشش کنید. چرا آقا رو خاموش کنید؟ چرا خاموش کردید بابا؟ من کلی زحمت کشتم شعر براتون آماده کردم. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. روشن کنید. روشن کنیم بابا. دست بزنید روشن کنید. خیلی ممنون. بله بله آقا وکیلی. بابا فرخ آقا فرخ الان که وقت روبوسی نیستش که برادر من. شکو خانم آخه شما نمیدونید پدر چه حسی داره، چه حس سختی. ببین دفعه آخرت باشه بدون اجرام بله گفتی ها. الان فدات بشم بخون از گشتگی مردی. پس میخونم. خانم پرستو جمالی، آیا بنده وکیلم؟ من باید درسم تموم شه. آخه لای مادر فدات. ببین کمک می‌کنم شما درستون رو بخونید. آیا بنده وکیلم؟
حولم نکنید، من باید فکر کنم. عروس رفته فکر بکنه. فکر کنه. مامانی چی میگه؟ میگم شکر من رسول بگو اگه تو میبینی راه دستت نیست من به همش بزنم. ما باجا این چه حرفی میزنی منصور جان؟ بذار برده رو بگی قربونت برم. نه عروس، عروسی لفظی میخواد، عروسی لفظی میخواد. بله 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 عروس بره گل بچینه تا زیر لفظی پیدا بشه. حالا تا زیر لفظی پیدا نشه عروس خانم بله نمیگه. نه خیر. میخوای تا حالا پیداش نکردید من یه آوازی چیز براتون بخونم؟ بله بله کف بزنید. بله پیداش کن، پیداش کن. با اجازه پدر و مادرم. بله شهر چهار خونه یه خونه است که تو چشما چهار تا میشه گل هزار